ژیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو از اربیل با ما همراه شدن. خیلی خوش آمدید خانم مستجر. سقز شهر مهسا امینی است. الان هم خبرهایی داریم مبنی بر اینکه بسیاری از دانش آموزان مسموم شدن. تازه ترین خبرها چه هست از اون منطقه؟ سلام و درود، وقتتون بخیر. بله، همونطور که مطلع هستید، دیروز در پی شیمیایی شدن، مسموم شدن مدارس و مسمومیت تعداد زیادی از دانش آموزان در مدارس این شهر و انتقال اونها به بیمارستان، ایجاد تشنج و درگیری میان نیروهای، یعنی در واقع میشه گفت حمله نیروهای امنیتی و گارد ویژه به شهروندان معترض نسبت به که نگران بودن نسبت به جان فرزندان و دختران دانش آموز، درگیری‌های اتفاق افتاد که در پی اون فراخوان‌های خودجوشی از سوی شهروندان به ویژه دانش آموزان دبیرستان‌ها منتشر شد. اینکه شیفت بعد از ظهر مدرسه ها به حالت تعطیل در اومد و تقریبا میشه گفت شب فراخوان‌های دیگه منتشر شد که امروز دوشنبه 21 فروردین ما در اعتراض و انزجار به تداوم این مسمومیت‌ها و حملات شیمیایی به مدارس، شهروندان بازارهاشون رو به حالت تعطیل در بیارن، احتساب بکنن و مدارس تعطیل بشه. همچنین در قسمتی از این بیانیه‌ها درخواست کردن شهروندان که تمام در سراسر ایران اعتصاب‌هایی برگزار بشه در اعتراض به این مسمومیت‌ها. امروز هم من دیدم که مرکز همکاری احزاب فراخوان‌هایی منتشر کرده، اینکه درخواست کرده از جامعه بین‌المللی کمیته حقیقت‌یابی نسبت به این جریان مسمومیت ها تشکیل بشه، پیگیری بکنن، چون نوشتن جمهوری اسلامی خودش هیچ حرکتی، هیچ اقدامی نسبت به روشن شدن این قضایا انجام نمیده و طی 4 ماه گذشته خیلی ادامه داشته وضعیت مسمومیت دانش آموزان و جان اونها در خطر. نمیشه مدارس رو تعطیل کرد، نمیشه مانع تحصیل دختران و پسران دانش آموز شد. پس باید از جامعه بین المللی درخواست بکنیم که یک کمیته حقیقت‌یاب نسبت به این مسئله برگزار بشه و پیگیر این مسائل بشه، روشنگری بکنه. خانم مستجر، باید انتظار داشته باشیم در پی اتفاقاتی اینچنین اعتراض‌ها هم در اون منطقه بالا بگیره؟ بله، میدونید ما دیروز یک خبری رو هم منتشر کردیم مبنی بر اینکه یکی از دانش آموزان اهل کامیاران به نام آقای کارو پشابادی که در تهران ساکن بودن، قبل از عید نوروز و سال نو مسموم شده بودن در پی حملات شیمیایی به یکی از مدارس تهران و متاسفانه روز جمعه جانشون رو از دست دادن بعد از حدود 20 روز بستری شدن در بیمارستان. و مرگ این دانش آموز نگرانی ها رو در میان خانواده ها، در میان دانش آموزان، معلمان و فعالین مدنی در جامعه کردستان و در کل جامعه ایران افزایش داده. ما دیشب شاهد بودیم که جو شهر سقز کاملا متشنج بود، شهروندان معترض بودند بسیار شدید نسبت به تداوم این حملات. همچنین در شهر مهاباد راهبندانهایی با آتش ایجاد شده بود که امروز صبح منتشر کردیم که اعتراض دارن به تداوم مسمومیت‌ها در مدارس و همچنین پیگیری نکردن، سکوت و بعضن تکذیب این قضیه از سوی نیروهای حکومت جمهوری اسلامی. شهروندان نمی‌دونن که هنوز کدوم نهاد، کدوم گروه، کدوم شبه نظامی در پشت این مسمومیت ها هست و هیچ روشنگری متاسفانه انجام نشده. طبق این رویه و انقلاب و جنبشی هم که در کردستان و شهرهای ایران در جریان هست، احتمال میره که شهروندان همچنان معترض باشن و به دستاوردهای که میخواستن، مطالباتی که میخواستن، حقوقی که میخواستن هنوز دست پیدا نکردن و به هر حال هر جنبشی، هر حرکتی تداوم انقلاب رو در پی خواهد داشت و انتظار میره که، البته ما امروز از راست بازار ارزالان هم یک تصاویری منتشر کردیم که نشون میده اعتصاب ها در جریان هست، اما خب هنوز زوده، میتونیم ساعات قبل تر در مورد این حرف بزنیم که آیا اعتصاب ها در کردستان هنوز در جریان هست، برگزار شده یا نه. اما انتظار میره که طبق تجربه‌ای که از 6 ماه گذشته، از 8 ماه گذشته ما داشتیم، احتمال داره که اعتراضات، اعتصاب‌ها هنوز تداوم پیدا بکنه نسبت به فراخوان‌هایی که منتشر شده.